صالح، جبهه مقاومت مردمی مستقر در پنجشیر است، اما نه برای پنجشیر و به خاطر پنجشیر. امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور ازبق افغانستان، در نخستین یادداشت فیسبوکیش پس از تسلط طالبان گفته است که جبهه مقاومت مردمی برای دفاع از حق همه شهروندان افغانستان است. به گفته او، این مقاومت مستقر در پنجشیر است، اما نه برای پنجشیر و به خاطر پنجشیر. او خطاب به طالبان گفت: امروز این دره میزبان همه کشور و مایه امید برای همه ملت افغانستان است که دارند از ظلم، انتقام جویی، تعصب، چپاول به مال مردم و تاریک اندیشی شما فرار می کنند. آقای صالح افزود: اگر ملت ذره ای به شما، یعنی طالبان، اعتماد دارند، پس این موج مردم در مرزهای کشور چرا صف کشیده اند که حاضرند همه داشته های خود را از دست بدهند و فقط زیر تسلط شما نباشند؟ آیا از خود پرسیده اید که چرا تسلط بر ساحه در 42 سال اخیر معنای ثبات را ندارد و تسلط امروزی شما بر خاک معنای ثبات و پایداری تان را نمی دهد؟ ثبات و پایداری نظام استوار به معلفه های است که گروه شما از آن بسیار دور است. کافی است که به مصاحبه و عملکرد رده اول تعیین شده های خیش توجه کنید تا برایتان معلوم گردد که اداره افغانستان امروز با یک مشت بی سواد اقتمند امکان پذیر نیست. آقای صالح تأکید کرده که فروپاشی اقتصاد و نبود دستگاه خدمت رسانی مردم را خیلی زود به سطوح خواهد آورد و اسلحه و روش خشن طالبان در برابر قیام و خشم مردم هیچ مؤثریتی نخواهد داشت. وی خاطر نشان کرده که زمان در بین است، نه اگر و مگر. امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که برخلاف فرار قرار را ترجیح داده و با ورود به پنجشیر با احمد مسعود به سر احمد شاه مسعود جبهه مقاومت مردمی بر ضد طالبان را شکل داده است.